کیان لوک فیش. کیان خیلی بچه قویه، مشکلات خودشو داره، از لحاظی که نمیتونه بشینه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بخوره، اما همیشه شاده، به آدم انگیزه میده که زندگی کنه. کیان دولوه، 28 هفتگی به دنیا آمد. همون شبی که به دنیا آمد دکتر گفتن سرش خیلی کوچیکه، بر همین یه MRI ازش گرفتن، گفتن که سرش درست دیولپ نشده. کیان به بیماری هولوپروزنسفالی مبتلاست. این بیماری اختلال رشد مغز است که در هفته های اول تشکیل جنین به وجود می آید. در این بیماری نیمکره راست و چپ مغز به درستی ساخته نشده و خط فاصلی هم ندارد. این بیماری ژنتیکی تنها وجه متمایز کیان با برادر دوقلویش است. فرق کیان با متی نمیبینم. هیچ وقت هم ندیدم. همیشه دیدم که من مادر کیانم و مادر متینم. رفتارم همیشه یه جور بوده. فرقش این بوده که متی میتونه به من بگه مامان دوستت دارم، کیان نمیتونه. اما کیان مدل خودش رو به من میرسونه. خود اون نشونه است که فرق نیست. فقط من باید بتونم یاد بگم مدل اونو بخونم. Days of the week. Days of the week. اتفاقایی که پیش میاد توی بچه های کیان یه چیزی که تو طبیعت هم پیش میاد. نمیتونی بگی چرا کیان این اتفاق برای کیان پیش اومده. مهمترین چیزی که چجوری ما رفتار کنیم با این موقعیت. یا میتونی قبول کنی، سعی کنی بهترین امکاناتو برای اون بچه بذاری، یا میتونی از تو خودت بخوری که چرا من شد، چرا نشد، چرا این اتفاق میتونست برای یکی دیگه بیفته، چرا من. گاه برای بعضی خانواده ها نه تنها پذیرفتن آن که فرزندی معلول دارند آسان نیست، که حتی بچه های متفاوت خود را پنهان می کنند و نمی خواهند درباره آنها صحبت کنند. هر چقدر ما باز باشیم روی موضوع، خیلی چیزا راحت‌تر میشه بر مردم. بچه های طبیعی هم میتونن اتفاقی شخصیت هایی داشتن که فرق میکنه. اما هر چقدر ما حرفشو بزنیم آدم آگاه‌تر میشه، مشکلاتمون یه فهمی همه شبیه همه، فقط مدلش فرق میکنه. برای همین خیلی مهمه حرف زدن، از همدیگه کمک گرفتنه. Hello Kian, how are you? Hello Kian, how are you? Hello Kian, how are you? How are you today? Kian نمیتونه راه بره، اما میتونه با صندلیش خیلی چیزا رو در تماس باشه. بر همین باید فکر کنیم که چی میتونه بکنه، نه چی نمیتونه بکنه. It's cold and raining. وجود کیان به ما نشون داده که زمان اونجوری که ما فکر میکنیم نیست. قبول کردیم که شاید یه روز بمونه، یه سال بمونه، یه 10 سال بمونه. اون زمان رو هیچ وقت نمیتونیم بدونیم که زمان چقدر هستش. فقط میدونیم که چجوری میتونیم هر روز رو خوش بگذرونیم و سعی کنیم از روزمون لذت ببریم. کیان بارها تا مرز مرگ پیش رفت، اما او برای زنده ماندن مبارزه میکند. نکته مهم این است که بدانیم معلولیت انتخاب خود انسان نیست. آناهیتا شمس، BBC.